تو این بخش میخوایم راجع به اسکیل صحبت بکنیم. ببینین تا الانم اگر توجه داشته باشین، من توی بخش‌های مختلف ابزارهای مختلف رو که قبلا باشون آشنا شدیم بررسی میکنم و یه وقتایی هم یه گریزی میزنم به یک ابزار جدید. اینا رو دقت داشته باشین که هم با ابزار جدید آشنا میشیم کم کم، هم که ابزارهای گذشته رو یه مروری میکنیم. خب برای این قسمت من یک باکس میکشم برای اینکه میخوایم اسکیل رو کار کنیم. اسکیل هم تغییر سایز هستش دیگه. و همینطور میان توی قسمت جولری از بخش رینگ یک رینگ معمولی رو میکشم. این توی رایت پنل اینجا به من مقاطع مختلف برای رینگ هم میده. خب این میشه مقطع ارزی، شکلش رو نگاه کنیم، مقطع ارزی رینگ شکل مختلف داره دیگه. مثلا من یه شکل عجیب غریب انتخاب میکنم، حتی از نظر مقطع ارزی خب شکل ساده‌ای به نظر نمیاد، یه همچین شکلیه. میخوام ببینیم که تأثیر مقطع ارزی چی هستش روی رینگ. دیگه ساده ترین نوع رینگ اینه که یک نیم دایره است مقطع ارزیش، ولی من اینو انتخاب نکردم. فکر میکنم شماره 10 بود که باز 9 هم البته شکل خوبیه. من حالا فعلا به همین اکتفا میکنم، اینو انتخاب میکنم. یادتون باشه همیشه رایت پنل باید بسته باشه، هیچ ابعاد و اندازه ای هم در نظر نگرفتم، فقط صرفا یک رینگ انتخاب کردم که به صورت پیش‌فرض خودش یک متریالی هم داره. اینا همش نکته داره که من میگم. چرا؟ چون اگه متریال نداشت برای این کاری که قرار استفاده بکنم باید یک متریال بهش بدم. میام از قسمت راینو متریال اینجا متال، مثلا این متریال رو درگ میکنم روش، ول میکنم و متریالش عوض میشه. خب چرا تاکید دارم روی متریال؟ ببینید این قسمت اگر انتخاب بکنم و شکلمو انتخاب بکنم، ببینید مثلا برای این فرق داره، با توجه به ابعاد و اندازه هایی که شکلم داره اینجا یک رفرنسی به من میده که اگر مثلا از آلیاژ طلای سفید باشه، اینجا وایت یعنی سفید، منظورش هم طلای سفید، یلو منظورش هم طلای زرد هستش، این با توجه به ابعاد اندازه هایی که داره این مکعبه مثلا وزنش میشه 2 گرم و خورده ای، نزدیک 3 گرم. اگر طلای سفیدم، اگر طلای زردم باشه باز همون، ولی خب مثلا ببینید عیار طلا که عوض میشه و رنگش همینطور مشخصش عوض میشه، این وزن ها هم تغییر میکنن. خب واسه این حلقه هم همینطور، چون این حلقه ابعادش فرق داره نسبت به این مکعب، میبینید که سنگین تره. یک راه دیگه هم داره که این به صورت کلی خب اینجا رفرنس میداد، ولی اگر من بخوام دقیق ببینم که مثلا یک شکلم که توی صفحه وجود داره چه وزنی داره، میتونم از این ابزار توی قسمت آنالیز، این یه ترازو مانندیه که توی بخش ویت قرار داره و روش نوشته متالز، اینو انتخاب بکنم، بیام روی آبجکت. میبینین آبجکتم با توجه به جنسی که اونجا روش انتخاب کردم که طلای سبز رنگی هسته، حالت پایانیش یک وزن حدود 4.33 گرم خواهد داشت. یعنی یک آبجکتی که ما اینجا بعد از ریختگری حدود 5 گرم داشتیم در نهایت 4.33 شد، چون یه قسمتایش برای تمیزکاری خب ساییده میشه از بین میاد، یعنی از شکل بیرون. و توی قسمت‌های مختلف میتونیم ببینیم که مثلا بعد از ریختگری چقدر وزن داشته، وقتی که کامل اینو پرداخت کردیم چه وزنی پیدا کرده. این دقیق تر از اون رفرنسیه که این سمت راست میومد، چون سمت راست یه رفرنسی میاد که میگه اگر این متریال بود این وزن، اگر این متریال بود این وزن، ولی این دقیقا میگه که خب با توجه به متریالی که انتخاب کردین چه وزنی. حالا مثلا من اگه بیام متریال عوض بکنم،
بیام روی این روزگولد و دوباره متال رو انتخاب بکنم، وزن رو بذارم روش و اینتر. ببینید اینجا در نهایت این الان سنگین تره دیگه آبجکتش، به خاطر اینکه اول 6 ممیز 585، بعد از پرداخت 5 ممیز 646 گرمه. خب اینا رو در نظر داشته باشین که این امکانات برای ما وجود داره و مثلا برای این مکعب نباید بتونه تخمینی داشته باشه. چرا؟ چون متریالی ما ندادیم بهش. درسته نوشته که the object does not have material، پس باید اول ما یه متریال بدیم. خب من به این مکعبم یک متریالی دادم از جنس فلز که ببینین وقتی که متریال میگیره اینم دارای وزن میشه. به هر حال حالا میریم سر وقت منوی ترانسفورم، یعنی تب ترانسفورم و بخش اسکیل. چند جور میتونیم اسکیل داشته باشیم دیگه. میخوایم من یه شکل دو بعدی هم اینجا داشته باشم، مثلا یک دایره که اسکیل رو اینم امتحان کنیم. خب میتونیم همونطور که قبلا هم گفتم گامبال وجود داره، گامبال هم میتونه برای ما کار اسکیل رو انجام بده. قبلا هم گفتم اگر روی هر کدوم از این مربع ها کلیک کنین، درگ بکنین و بکشم، البته درگ کردن که هم معنی کشیدن میده، یعنی کلیک بکنم و درگ بکنم، میبینین که از یک جهت از همون جهت محور همرنگ با اون مربع اسکیل میشه. اگر اول کلیک بکنم نیگر دارم شیفت رو بگیرم و بعد درگ بکنم، میبینیم که به صورت یک نواخت. اینو قبلا هم بارها گفتم، ولی حالا میخواییم بریم از این منو ببینیم که اسکیل این چجوری عمل میکنه. خب تعداد اسکیل هم تقریبا زیاده، میتونیم یه سطح هم داشته باشیم برای اسکیل کردن. با توجه به گوشه ها میتونم یک سطح ایجاد بکنم که ببینیم الان دیگه همه شکل ها رو داریم، هم یک شکل دو بعدی داریم، هم یک سطح داریم، هم شکل سه بعدی داریم، هم یک حلقه داریم که حالا ببینیم توی حلقه ها اسکیل به چه درد میخوره. خب اسکیل 3D مسلما برای این دوتا نیست، برای این شکل در نظر میگیرم و از انتخاب اینتر. قبلا هم گفتم این کپی برابر با نو باشه، وقتی که شکل تغییر سایز داده میشه همون شکل رو فقط به من میده، ولی وقتی برابر یس باشه شکل قبلی رو نگه میداره. و اینکه از یک بخشی من شروع میکنم، میتونم مثلا ببینین الان اینجا آزنپ روشنه، یعنی من میتونم روی بخشای مختلف شکلم اسنپ داشته باشم و چون اندم روشنه الان مثلا روی هر کدوم از این گوشه ها میتونم اسنپ داشته باشم. یکی رو انتخاب میکنم، چرا؟ چون میخوام نقطه مشخص داشته باشیم برای اینکه از اونجا به عنوان مرجع اسکیلمون استفاده بکنیم. خب حالا من میتونم اینجا عدد وارد بکنم، مثلا بگم که با توجه به این نقطه دو برابر بکن، یا میتونم دستی اینجا کلیک بکنم و اون شکل اسکیل بشه. فعلا دستی انجام میدن چون عدد وارد کردن راحت تره. مثلا میزنم دو یه شکل دو برابری میده، میزنم نیم یک شکل با نصف ابعاد قبلی من میده، ولی وقتی که دستی بخوایم وارد بکنیم یه جا کلیک میکنم، بعدا این شعاع اسکیل هم میتونم بزرگ یا کوچیک کنم. میبینیم اسکیل حتما لازم نیست بزرگ بشه، ممکنه کوچیکتر هم باشه. باز جایی که مورد نظر هست کلیک میکنم، الان چون باید اسنپ بشه روی یکی از این گوشه ها، این گوشه رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم و بعد اینتر. و چون قبلی رو خواستیم نیگر داره، یعنی شکل قبلی رو پاک نشه، میبینید دوتاش وجود داره توی صفحه، ولی اگر اون برابر با یس نبود این قبلی رو دیگه نیگر نمیداشت. آپشن بعدی از مرکز اسکیل میکنه، یعنی باز همین شکل من میتونم انتخاب بکنم. ببین فقط اسکیل فاکتور از من میخواد، به خاطر اینکه
پیشوز نقطه ای که ازش باید شروع بشه رو نگه داشته که همون مرکز هستش، و من این دفعه بهش عدد نیمو میدم که میخوام کوچیکتر بشه. اینم باز از قبل تر مونده بود، یعنی ما اول یه شکل داشتیم، شکل بعدی که اسکیل شد اومد یک، ببینید یه ذره شکلها رو چون اورجینالش رو پاک نکردم قاطی شدهش. ببینید اول من یه شکل داشتم، بعد اومد روی اون اسکیل کرد، شکل قبلی رو نگه داشت، شکل جدیدم باز اضافه کرد بهش، واسه همین یه تعداد زیاد شد. یه بار دیگه این قسمت اسکیل بای سنتر رو انجام میدم، ببینید اینو نگه میدارم. ببین این من دلیت اورجینال رو آن میذارم چون قبلا نذاشتم این اضافه کرده شکلم یه ذره تعداد زیاد شد، اینو میذارم نیم. و از کجا شروع میکنه به اسکیل کردن؟ از مرکز شکلم، یعنی یه ذره روی حواس، چون دقیقا نقطه اسکیل رو گذاشت مرکز، از اینجا کوچیکش کرد به اندازه اون اسکیل فاکتور، چون عدد زیر یک بود، اگر بالا یک بود بزرگش میکرد. آپشن بعدی اسکیل وان دی هستش. خب این هم میتونه توی این شکل دو بودی واسه ما کاربرد داشته باشه که باز قسمت، ببینید مرکز رفرنسش رو میگیرم، حالا هر جایی میتونه باشه، مثلا از اینجا شروع بشه اسکیلم و مثلا بزنم یک کنیم. خب توی جهتی که میخوام اگر کلیک بکنم این جهت و اندازه یک کنیم کشیده شد، و چون یک جهت بود، یک محور بود، اسکیل من ببینید یک نواخ انجام نشد. حالا همین کار واسه این هم میتونم انجام بدم، یعنی شکل سه بودی هم میتونه از این آپشن استفاده بکنه. فرقش اینه که توی اون محور کشیده میشه، ببینی حالا این قسمت یک ذره دفرمه شد، دلیلش این بود که من اینجا دقیقا نقطه ای که انتخاب کردم دقیقا مرکز این نبود. اگه مثلا روی مرکز انتخاب بکنم، شیفت نگه دارم تا خط صاف بره جلو و بعد اون عددی که میخوام بهش برسم و به عنوان نقطه دوم انتخاب بکنم، ببینید چون دقیقا از مرکز این شکل از این میدش رو گرفتم، اون قسمتش دیگه دفرمه نشد، این زلش دیگه دفرمه نشد. ولی اگر به این ور نزدیک یا به این ور نزدیک بود اون نقطه رفرنس هم، خب دفرمه میشد. و اینکه اسکیل وان دی مالتیپل، این برای موقعیه که میخوام چند تا آبجکت ببینید چند تا آبجکت بر اساس محوریت این، یعنی این نقطه رفرنس پوینت من هست، از اینجا اسکیل انجام بشه. و در نهایت یک شکلی حالت پرسپکتیو سه نقطه به من میده. قسمت نان یونیفورم اسکیل هستش. ببینید اینا همهشون شاید خیلی کاربردی نباشه، به هر حال ما توی طراحی نمیخوایم هیچ وقت یه جوری به صورت اتفاق بیم، یعنی یه شکلی چون این نان یونیفورم هستش، یعنی چی؟ یعنی فقط از این محوری که من دارم انتخاب میکنم اسکیل انجام میشه. الان یه محور انتخاب شد، اسکیل انجام شد، محور دوم با اون اسکیل فاکتور مورد نظر و محور سوم انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من یک مکعب بهتری بکشم اینجا، یعنی چی؟ یعنی این قسمت که اگه اسکیل 3D بود، اینا رو همه رو با هم یک نواخت، مثل همون گامبال که گفتم وقتی شیفت رو نگه داریم به صورت یک نواخت اسکیل میکنه، این کار انجام میشد. ولی حالا که نان یونیفورم رو انتخاب میکنی، نان یونیفورم اسکیل، اسکیل ما توی سه جهت انجام میشه ولی با صلاح دید خودمون. یعنی مثلا اگر
توی این محور، محور اولی که خودش انتخاب کرده، بزنیم یک اسکیل فاکتور رو، یعنی هیچ در اون محور هیچ اسکیلی انجام نمیشه. مثلا اینو میزنیم نیم، خب، و محور بالایی رو میزنیم دو. خب این الان یعنی چی شد؟ یعنی در یک جهت که اصلا اسکیل انجام نشد، در یک جهت نصف شد، در یک جهت هم دو برابر شد. این برای موقعی که در این حالی که داریم اسکیل رو انجام میدیم تغییر شکل هم بخوایم. و این قسمت اسکیل بای ویت هستش. ببینید خیلی وقتا ممکنه اتفاق بیفته، شما به عنوان یک طراح بخواین یک حلقه طراحی بکنین و اون کسی که سفارش داده بخواد یک وزن، حالا زیاد برای حلقه شاید این موضوع کاربرد نداشته چون حلقه سایز خیلی براش مهمه، ولی مثلا فکر کن یه آویز یا هر چیز دیگه که طراحی کردیم طرف سایز زیاد مد نظرش نباشه، ندونه اصلا اون فلز با توجه به چگالی که داره چه سایز هایی با یک وزن مشخص خواهد داشت. واسه همین میاد میگه که یک وزن خاص براش اجرا بکنیم. وزن تا حدی میشه قابل پیش بینی باشه، یعنی مثلا دیدی که اونجا که 4.5 بود، حالا مثلا ممکنه بشه 4 گرم یا بشه 4.8، خیلی بالا پایین نمیشه، بستگی حالا به کیفیت ساختم داره، ولی تا حد قابل پیش بینی، تا حد خوبی قابل پیش بینیه. بعد اون طرف ممکنه به شما بگه که من یک آویز یا یک تیکه کار میخوام برای وزن مثلا 5 گرم. خب شما فکر کن مثلا اینو 2.5 گرم گرفتین، میخوایم بکنیش 5 گرم. خب میتونیم بر اساس وزن بیاین این کار رو بکنین. یعنی الان ببین، الان مثلا این خودش محاسبه میکنه به من اینکه انتخاب بکنم که این وزنش چقدر، حتی متریالش هم میتونم عوض کنم اینجا. حالا من میخوام با همین متریال کار کنم. ببین این وزن بعد از این که ببین وزن اورجینالش بعد از ریختگری 6.5 حدودن در میاد، 6.6 حدودن در میاد. بعد از این که کار میره و تمیزکاری میشه و فینیش یا همون پرداخت میشه و اینا، نزدیک 5.6 در میاد. خب من این ریپلیس هم میذارم آن باشه که ببینیم فرقش با قبلی چیه. خب این کارنت ما هستش، یعنی این الان شکلیه که اینجا ما داریم. حالا فکر کنید یه نفر میخواد خیلی مثلا پول زیادی خرج بکنه، بگه که نه این وزن 6 واسه من خوب نیست، اینو بکن 12. خب شما اینو بکنید 12 که حالا فینیشش در میاد 11 و تقریبا هم 11 در میاد. به وسیله اینجا ببینیم با چی اسکیلش کردیم، با اسکیل بای ویت. خب به جایی که شما هی بیاین اینو عوادش رو زیاد کنی، هی وزن بکنی ببینین چقدر شد، میتونین راحت بیاین اینجا بگین که اصلا مهم نیست عواد چیه، مهم اینه که وزن انقدر بشه، خودش عواد رو براتون محاسبه میکنه. خب خوبیه کار کردن با نرم افزار همینه دیگه، خودش محاسبات خاص خودش رو داره و کار شما راحت میکنه. ببینین الان این حلقه نزدیک 5.5 گرم بود، این شد 12 گرم. این کاربرد اسکیل بای ویت هستش که کاربرد خوبی هم هستش. حالا اسکیل بای دیمنشن هم داریم که شما میتونید ابعاد بدیم بهش، مثلا من اینو انتخاب میکنم، ببین خودش بلافاصله میاد و اون ابعاد در محورهای مختلف رو محاسبه میکنه. شما میتونید ابعاد رو تغییر بدین، مثلا اینو میکنم 15، اینو میکنم 13 و اینم 10. خب به همین راحتی این هم اسکیل بای دیمنشن هستش. اسکیل بای پلین حالا اول خود همین پلین رو من انتخاب میکنم، باز یه قسمتی رو میخواد از روی پلین انتخاب بکنیم، انتخاب میکنم. ببینیم من الان چون اینو دقیقا در راستای این ایج گرفتن خط رفرنسمو، به خاطر همین شکلش رو به هم نزد، به همون
حالت میتونم حالا اسکیل فاکتورش یا تایپ کنم یا ان دوباره انتخاب کنم یه جا رو کلیک بکنم و اسکیل رو روی یک صفحه برای من انجام میده. برای اشکال دیگه هم میتونم این کار رو انجام بدم، مثلا این مکعبه میخوام از طریق این صفحه، ببین بقیه جاش اصلا کاری ندارم، صفحه پایینیش میخوام از طریق این محاسبات اسکیل هم داشته باشم. باز یک خط رو به عنوان خط مبنا انتخاب میکنم و ببینین وقتی که باز اسکیل فاکتورم رو مشخص بکنم، کلیک بکنم توی اون صفحه، اگه این صفحه پایینی بود این اسکیل انجام شد. خب این یه خلاصه ای بود از کارهایی که ما میتونیم از طریق اسکیل انجام بدیم. یعنی در واقع کل اسکیل رو کامل گفتم. حالا بسته به نیازمون توی اون قسمت های مختلف پروژه از یکیش، دوتاش یا از همش میتونیم استفاده بکنیم.